با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 23 از ماه می سال 2011 میلادی. در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات میکنیم، مغالطات. و اینها در واقع فکر میکنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد. از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه، در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق، این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن. اجازه فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مغالطات. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با 10 خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، اگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. به به به، چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این عرض کنند که صوفیان ریایی. کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد. یک جهان فلسفه است این غزل. خب اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که ما این روز شنبه در معیت دوستان رفتیم قبرستانی برای خاکسپاری دوست درگذشته ما آلمان قوانلو، و حکایتی است واقعا دوستی رو به خاک سپردن، و اساسا حکایتی است به قبرستان رفتن. منقول است از علی، حضرت علی. حالا ما نمیدیم، ما ایرانی ها هرچه حکمت هست از گذشتگان خود داشتیم یا از جای اومده است به ایشون نسبت میدیم. باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها، به زندگی خیلی دلبستی سری بزن به قبرستان. اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فقانی، باز هم یک سری بزن به اونجا. یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد از دو سو. حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور. به قول قدما هیبتی دارد این داستان واقعا، به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست، هیچ گونه نسبتی به هم ندارن. از کردم پدیده های جهان با هم قابل قیاس هستن، اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست. این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو رو عرض میکنند، لذت بردن از این دنیای زیبا، این بهشت، این بهشت کهکشان ها این کره زمین است، هیچ جای دیگر نیست، هیچ جای دیگر نیست. خودت دلخوش نکنی. و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما
در روی کره زمین خورشید هر روز طلوع میکند و ما میتوانیم زیبایی ها رو ببینیم. اینها قیمتی نداره واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. و فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمی کنند هم که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حقه بازی میکنه، گوشیشو برداشه داره کلا سر یکی دیگه میزنه. بله خب من یه اشتباهی کردم، البته اشتباه از من نبوده، برای معرفی کتاب دوست گرامی آقای مهری خب به من تلفنی کسی نداد که اعلام بکنم. ما هم عرض کنم که همین تلفنی که اینجا هست گویا تلفن چاپخانه است. مقصود من این بود که شما به خود آقای مهری تلفن بفرمایید و کتاب رو سفارش کنید و اصرار هم دارم در این قضیه. کتاب 100 مقاله، مقالات آقای مهری که عرض کردم تألیفات بسیار دارد دوست عزیز ما در طی سالیان درازی که در کار تحقیق و ترجمه و نویسندگی بوده است. کتاب 100 مقاله درباره فرهنگ، هنر و سیاست. تلفن ایشان از 310-210-207 تلم راحت 310-207-1969 سالیان پیش به من دادن یادم هست 310-207-1969 لطفا زنگ بزنید آقای مهری و کتاب 100 مقاله ایشان رو سفارش کنید. 310-207-1969 پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالات امروز، قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خوان که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور که میگوید اهدن الصراط المستقیم، از خیریم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین درش خباثت هست. حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتون و امروز دیگه نمیذاریم که از شبت که 20 دقیقه نه یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالط هست و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید یک بار، آقا بپرسید آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد بعد فرار کرده است به مدینه تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی ابدا مطلق؟ چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام برای نجات این اسلامشان باید این مباحث رو نقد بکنن، این قضایا ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان، هر که شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی هیله؟ نه خیر، مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی مکر جزاشو داده؟ حالا میارم مثلا یکی بیاد مال منو بدزده من برم دزدی،
یعنی آقا شما نه خیر من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرش بکنید مالکشی رو ببینید. یا یه کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نبریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر میارم از خود قرآن میخونم، من جزاشو دادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عوض میخوام خدمتتون، مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حقه بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. اینا مغلط هست، این به وضوح مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف صرف میشه، مکر 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 تا آخر، یعنی حیله و تزویر و نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا با اینا عرض کنم که میارم خدمتتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داد از سو اینها. فکر کنم اینا مغالط هست، آقا اینا چی همش مغلط هست، اینها عرض کنم کلپتره است، کلپتره. یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه. کلپتره یعنی سخنان مهمل. کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش، این کلپتره. خب قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم، اعلام میکنم خدمتتون که روز آخرین یک شنبه میشود 29 این ماه در اولمپیک کلکشن شاهنامه میخوانیم، داستان ضحاک و عرض کنم که در واقع پایان یافتن پادشاهی جمشید و مراتب مربوط به ضحاک. ضحاک و بیور اسب، بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، ضحاک تازی. و دوستان علاقمند میتوانند به 08 ایرانیان تماس بگیرند در اورنج کانتی 949-551-9272. تا یادم نرفته این رو اعلام کنم خدمتتون و ما برویم سراغ این مطلب مقالطات این دوست عزیز که از ایران هستن. و چون ما اینجا سخن از مقالطات میکنیم، این بهانه خوبی است برای مغلطه و اینکه ما بتوانیم سخن کسی رو که میتونیم تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه اهدنا الصراط المستقیم و بعد ناگهان این الله مدینه خیر رو فراموش میکنه، میخواد دشمنان رو نابود کنه. اینها سابقه دارد. دشمنان چه کسانی بودن؟ یعنی در واقع اسلام عزیز هم مثل هر ایدئولوژی دیگر خودی و غیر خودی داشته. دشمنان قریش بودن، اعرابی که زیر بار نمی رفتن، یهودیان و مسیحیان. حالا برای که اینها رو از میان برداره که این آیات متواتره، عرض کنم که سوره بقره از ابتدا می خونم خدمتتون که خداوند عرض کنم که یک پردهی کشیده به قلبهای اینها و بر گوشهای اینها و بر چشمهای اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چه جور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی، خودت هم عذاب عظیم میدی. اینا تضاد و مغالطه هست. حالا هر کس که گفته این مغلطه هست، آقا این توجیه پذیر نیست که بگوید که خداوند بر گوش اینها، یعنی دشمنان ما، یعنی علی خامنه‌ای هم همونه میگه، امروز میگه دشمنان ما میبره میکشه اون پشت مشتا. خداوند یک پرده کشیده، میخونم عیناً از قرآن، و قلب ها و گوش ها و چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. درست مثل اینکه یک کسی بچه‌اش رو بکنه تو پستو 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاره، شکسپیر رو بیاره، این آقا این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر رو چرا میزنی
به خاطری که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا این چیزها رو به ما قالب کردن رو. و چون به آوازم خوندن به عربی خوندن ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمه شو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاریه این مقالطات، آقا چه معنی داره آخه؟ بفرمایید لطفا. عرض میکنم که یک کوبم بلندم که من بشنوم. امیر جان اونجا که من اشاره میکنم قطع بفرمایید تا ما جواب ایشون رو خدمتشون بدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در یکی از سایت ها به اسم یوتیوب دوستان آقای بهرام مشیری یک عنوانی رو از کام که تحت عنوان مشکل برخی از مؤمنین در درک آزادی بیان و عقیده اونجا گذاشتن، از ایشان سخنرانی رو که شخصی از هموطنان ما از اهل شمال، از اهل مازندران، از ایشون خواهش کرده که اینقدر مسلمانان و هموطنان ایشون رو مورد تاخت و تاز قرار ندن. آقای بهرام مشیری به جایی که دعوت این برادر رو قبول بکنه، حملات غیر منطقی خودش رو لااقل محدود بکنه، شروع کرده به این شخص حمله کردن که اولا شما اهل مازندرانی، مازندران جاییست که عرض کنم که سرسبز خرم نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون، فردوسی این چنین گفته. اون وقت شما رفتی تابع اون جناتی شدی که عربهای خشک سرزمین اظهار کردن، در حالی که یه درخت ندیده بودن اونجا. این آقای محترم که ادعا داره من تاریخ‌دان هستم و در قسمت‌های دیگه هم حتی دخالت میکنه و خودشو متخصص میدونه، خبر نداره که آورنده قرآن شریف پیامبر اسلام بوده که هم در کودکی در 12 سالگی به شام رفته در مسافرتی که با ابو طالب کرده و تا بصرا، نه بصره، بصرا که منطقه است در شام و اونجا رفته، هم در بزرگی در سن 20 و چند سالگی به عنوان نماینده خدیجه برای مسافرت بازرگانی به بصرا رفته و بصرا چنان که در دارالمعارف مصاحب آمده که دارالمعارف فارسی است، حالا در دارالمعارف های بزرگ عربی هم هست ولی آقای مشیری اهل عربی دانی نیست، مراجعه بفرمایند میبینند که اینجا شهری بوده که رومی ها مدت ها در اونجا بودند، ساختمان های خیلی رفیع ساخته بودند، باغستان های فراوان داره، رودهای فراوان داره، مناظر خیلی زیبا داره. و عرض کنم که این شهر رو پیامبر اسلام دیده بود، بنابراین چطور شما میگی آورنده قرآن اصلا جنت ندیده و باغستان ندیده و یه درخت وجود نداشته و سوسمار نبوده که بخوره و از این حرفا؟ مردم از شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن ما صحبت، محتوای سخن یادم نیست اما اینها نبود که ایشون میفرمودن، اساسا نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما میتوانید اینجا به بی‌اعتباری حدیث هم تیر ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزیست که باقر مجلسی بنشین روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدارم سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه به احتر. باری داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه، یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده رفته به شام یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان،
حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگه بصرا، میگه بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچین سخنی نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز له له زدن قرنها در این بیابانها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمیکنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان و این عرض میکنم که ولعی که این بیابونگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگ سبز، و اساسا بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم، برای شناختن اسلام و برای شناختن عراق چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آبه، آب رو حتما باید بشناسیم، و یکی هم شطوره. این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه هایی در اونجا پراکنده بود، در مکه چه کسانی بودن، در مکه چه کسانی بودن، چه کسانی از ایران، چند ریشه هایی از یونان، چند ریشه هایی از هندوستان، اینها تمام بدانیم که این داستان ریشه های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلن میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما، در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه، به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتا بادیه های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسه اعراب از فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تأثیر داشت. من بیاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض می شود که پیش از اسلام باران که نمی آمد اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. و عرض کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز، درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصرا هم دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمیگفت که این داستان ها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده‌ای که میداد اون بهشتی که ایشون متصور میکرد برای اینها، یا متصور بود برای اینها، بایستی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتابخانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره، که هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن عین حیوانات. یه تیکه های من از این زبر مسئل هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جای زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فربه. و اگه شتر فربه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی قضا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به بچی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده، یا امسال رحمت خوب بوده، یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا بیان میکنه خدمت، میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیزی برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا
بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاری است و درختان دارد، درختانی که با سایه خنک. حالا ببینید اینجا میخونم خدمتتون. بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد، همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده، فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم. اگر که میگوید که اگر خودت رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب، دارید قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار یک مثل هست که تمام اینها در این طبقه 1300-400 تاش در اینجا هست که مثلا میخوام دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید، ممکن است که شما کور بشید. اگر که شما آب زرد در خواب دیدید، ممکن است که بیمار بشید. اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید، معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص علی هذا. اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب، و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خود ما رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستی است، اینجا تبعید گاز، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم داره و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلپتره هست اینها، حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید. اگر به حرفای ما گوش کنید، ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتی است؟ بهشتی است که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاری است و عسل هست. فکر نمی‌کنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته؟ تو می‌خواد به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل‌های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمی‌دونم چی؟ یا برای مازندرانی چنین خواب؟ قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد، این بهشش نمیبود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهش بکنید، خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه، مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهش متناسب بوده با عرض کنم که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمی‌دونید عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا می‌خوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان می‌روید که چهار پایان آنها را فکر پایان اونها را فربه می ساخت، یعنی در حوزه هم مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از اون دارو و فلان می سازن، گیاه دیگری در مکه نمی روید. حالا من از چه کتاب می خوندم خدمتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب. پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش میدوید کمتر به عمل میاد. همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از آنها عائد میشد بر مکه، بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت می‌یابد و بادهای گرم راه نفس را می‌بندند.
مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف می کند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم می رفتید اونجا یا ابتدای قرن مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون می گرفت، می مردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفت پولی افتاده از دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم بزک دوزک میکنن، اما هوا رو که کارش نمیتونن بکنن که. خب میگه مگس درش زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میرفت بیچاره وبا میگرفت اونجا، قی میکرد و اسهال اینا تا میمرد. به خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم به هم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به وی بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود. معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حسبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند، دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهشت به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنم که دور حرم طواف کنند. یه عده آمدن به طمع این که حالا میرن به بهشت، حالا که ما که گرما داریم میخوریم، ببین بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی یه آب خنکی به صورتمون بزنیم آقا مردیم. جهنم دره بوده این مکه و این مدینه و این هنوز هم هست، فکر نکنید. خب همون دیگه فرق نکرده، اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمیکنه به اینا رو بگیره، چیزی نذاشتن. یهوش مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگای روان زندگی میکردم. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا، خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد سخن هست کردم. این مغلطه تعمیم جز به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه، تمام رفته است بصرا، تمام مکه شده است جنگل های انبوه و بارون های عرض میکنم که موسمی و آباد شده دیگه، همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به بصرا. خب ببینید چی مینویسه، ببینید چه میگه. بیچاره من اصلا بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن، متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در می آید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع می چرخن، یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب او نقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بت‌پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنان میپرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و دستور می داد سنگ روی سینه را. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب، این مکه‌ای بوده که عربا زندگی می کرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا تو در بیابان ها چه خبر بوده؟ و ابن خلدون به ما میگوید که
اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابانها هستند و در بیابانها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها. آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه ای داره. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد دوره هم، چون ریگ روان رو عرض کنم که اعراب هم عرض کنم که آدم هایی بودن که یه جا نداشتن که بشه اینا رو با امریه با نمیدونم ایمیل و نمیدونم چیز آورد که یا به نام پادشاهی و فرماندهی، نه اینا رو به عنوان در واقع زیر چتر دین فقط میشد اینا رو جمع آوری کرد. حضرتشان هم این کار کرده، اون بهشش هم به اون شکلیست که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن، گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده، از روانی مردم، مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان، تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور و اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین. از این صحبتایی که صحبتای واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما چنین و چنان گفته و برا. نه عزیز من بدین گونه نبود. این دوست مازندرانی به من زنگ زدن، راجع به بهشتم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص میدانم در جایی است که بعض کسان میگویند آقا اینها که مسلمان نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. بنده عرض میکنم آقا متخصصان اسلام اینا هستند، اگر نه آخوند در هیچ تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید. شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متاسفانه غفلت داری یا تغافل میکنی. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکرو و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی، بعدم غلط ترجمه کردی، حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لوئیس مألوف یسوعی، یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده،
این کتاب رو تألیف کرده المنجد و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب عرض کنم که ابن منظور و دیگران اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی من المنجد مکر الله فلانن جازاه علی المکر خدا به فلان کس مکر کرد یعنی جزای مکر او رو داد نه اینکه خدا حیله زد. خب ملاحظه فرمودین مقالطه رو دیدین یه مسیحی این آقای المنجد رو ما هم داریم یه عمری نگاه کردیم به این لغات عرب که شما بفرمایید این بدبخت بیچاره چاره‌ای نداشته جزی که بگه که آقا خدا گفته من این جزاشو داده یعنی همون در واقع نیم خدا مکر کرده یعنی عمل متقابل کرده در ابتدای سخن گفتم مثل این میماند که یه کسی بیاد دزدی بکنه شخصا بره دزدی بکنه میگه آقا دزدی نه خیر من دزدی نکردم جزاشو دادم من که دزدی نمی‌کردم ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی مغالطات زبانی سمانتیک اون چه به زبان مربوط هست جزاشو دادم یعنی نکردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر سبب 11 بار خداوند و از اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لایشعرون اونها مکر کردن چه مکری ما هم مکر کردیم چه مکری در حالی که اونها نمیدونستن یعنی غافل بودن از مکر ما و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که اینو چجوری معنی میکنی حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید میگوید که جزای مکر رو دا عرض کردم مثل که یکی بیاد سر بچه کسی ببره اینم بره سر بچه اونو ببره یا آقا من که قتل نکردم که جزای کارش رو دادم کار من مکر نبوده میگه اونم مکر کردن اینم مکر کرد میگه نه این مکر نکرد این جزای مکر رو دا گرفتاری رو ببینی آقا این قرآن هیچ تفسیری نداره این قرآن معنی داره این بزرگترین مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد نه آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از اون قرن 20 و 1500 سال گذشته و همه مخالطات این کتاب معلوم شده بیاد ذهن خودش رو تحمیل بگیره اگر قرآن تفسیر می‌داشت خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم آقا می‌دانی که دستورات بیان و آشکاری است این کتاب مبین است یعنی کتابی که معانیش آشکاره محاله که این بتواند که عرض کنم که در صورت مبهمی باشه که شما بخواد تفسیرم بکنید معنی داشته آقا برای اعراب معنی داشته که اینا رو اجرا بکنه و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست به اندام فرض بفرمایید علم قضاوت قضا کوتاست هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر که چه تفسیری آقا میگه مکر ما مکر کردیم اونا مکر کردن مکری و ما هم مکر کردیم مکری ولی حالا اونا نمیدانست خب 799 723 1021 1231 1342 1333 1446 ابراهیم هست 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست اونجا هم خدا مکر میکنه میگه جزاشو دادم مکر نکردم خب میگه جزاشو دادم میگه من جزاشو دادم چون میگه من مکر کردم ان الله ببخشید پس گفتم ان الله و الله خیر الماکرین بزرگترین حیلگرا خود خداست خیر الماکرینه اجازه فرمایید که حالا ما سخنان ایشان رو شنیدیم یک موسیقی به انتخاب دوست گرامی امیر بشتن برمیگردیم و به بقیت و جیش فرمایشات این مرد محترم میپردازیم
بر شما هموطنان گرامی. صدای یکی از استادان آواز رو شنیدیم، استاد عبدالوهاب شهیدی، صدای منحصر به فردی داشت، مرد محترم، و امروز هم گویا در ایران هستن. لطفاً امیر جان گوش میکنیم به بقیه فرمایشات. من اشاره میکنم شما قطع بفرمایید تا بتونیم در باب فرمایشاتشون توضیح بدیم که چرا ایشان مغالطه میکنن، به چه وجه در واقع. والله خیر الماکرین، یعنی والله خیر المجزین لمکرهم، خداوند بهترین پاداش دهنده است برای مکر اونها. اینو بهش میگن صنعت مشاکله در علم معانی بیان، یعنی جزای عمل رو به لفظ عمل ذکر میکنن. در قرآن میگه جزاء سیئه سیئه مثلها، یعنی جزای بدی بدی مثل آن است، در حالی که جزا بد نیست. ولی با تمام زندان ها رو که برای کیفر بدکاران تأسیس کردن همه رو تعطیل کنن، بگن هر کی هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ولی جزای بدی رو میگه مثل آن است. به لفظ بدی میاره که نشون بده به همون اندازه متناسب با بدی باید جزا داد، نه زیادتر. به هر حال این صنعت مشاکله است که میگه اونا مکر کردن، خداوندم جزای مکر اونها رو داد و بهترین جزا دهنده است. اینو من نمیگم، کتاب المنجده این صفحه 77 شه. لغت مکره یمکر و مکرن رو ببینین، بعد میگه وقتی که به خدا نسبت داده میشه مکر الله و فلانن، میگه یعنی جازاه و علل مکر، جزا داد او رو بر مکرش. خب شما که هم آیه رو غلط خوندی هم آیه رو غلط ترجمه کردی، بنابراین متخصص نیستی. تو به اون شخص مازندرانی عزیز حمله میکنی که تو متخصص نیستی، چه داری دخالت کنی؟ ما به شما عیناً حرف خودتو برمیگردونیم. شما که متخصص نیستی، نه لفظ آیه رو درست میخونی نه معنیشو، چه حق داری حمله بکنی؟ حمله کردن پس از فهمیدن موضوعه، اول باید بفهمی موضوع رو بعد نقدش کنی، نه نفهمیده نقد بکنی. بعد شروع کرده به مترجم انگلیسی قرآن که لفظ مکر رو به معنی پلان یعنی نقشه اگر به معنی اسمی بگیریم یا به معنی مصدری بگیریم، نقشه کشی ترجمه کرده، به او حمله کرده، گفته این بیشرافت پلان رو در ازای این کلمه مکر آورده. در صورتی که ما بنا نداریم به این آقای بهرام مشیری توهین بکنیم و عرض کنم که فوش بدیم. قرآن گفته حتی به بت‌های مشرکین هم شما ناسدا نگین، که اونا به خدا ناسدا میگن. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، گفته با مخالفین جدال بالتی هی احسن بکنید، به بهترین طریق، جدال منطقی، نه مغالطه آمیز. لذا ما به ایشون اون کلمات رو نمیگیم، ولی میگیم آقای محترم شما که بیشرافت به این مترجم میگی، خود شما متوجه معنی لغت نیستی، متوجه عرض کنم که قرائت آیه نیستی. این آیه دو بار در قرآن کریم آمده، یکی در سوره آل عمران آمده، همطور که گفتم یکی در سوره انفال آیه 30 که اونجا میگه یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، و هر دو صنعت مشاکله درش به کار رفته. اقلا کشاف زمخشری رو نگاه کنین که با علوم بلاغی یه قدری آشنا بشین، بفهمین هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. بله ما به آزادی اندیشه معتقدیم، برای اینکه معتقد به کتابی هستیم که میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگان که همه سخنان میشنوند و بهترینشو انتخاب میکنند. اولئک الذین هداهم الله، اینها مشمول هدایت خدا هستند، و اولئک هم اولو الالباب، اینا خردمندند. چنین کتابی برعکس نظر حضرت عالی به تهجر دستور نمیده، چون به آزاد اندیشی و به تحقیق دستور داده. عجیب این است که ایشون با این نحوه اطلاعات ادعای قرآن شناسی و مفسر بودن هم متاسفانه می کنن. در یک از کنم که
ویدیوهای دیگه که از ایشون هست در یه سایت دیگه، اونجا نقد سوره حمل رو کرده تحت عنوان السوتی فی القرآن، طنز آورده این آقای محترم. بعد رفته گفته سوره حمل تا اهدنا الصراط المستقیم خوبه، ولی بعد میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که به اونها نعمت دادی نه راه کسانی که مورد غضب تو قرار گرفتن و گمراهان. بعد گفته این ضد بشری است. این چیه؟ یعنی ایشون عقیدش این است که هیچ ضالی گمراهی تو دنیا نیست، هیچ کسی نیست که از نظر خدا افتاده باشه. خب اگه اینطوره پس چرا انقدر به مسلمان ها حمله میکنی؟ با درود بر شما وطنان گرامی، سخنان این مرد محترم شنیدید. این مردمان آخوند، اولی که کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم، مرد بزرگوار اساساً میخوام خدمتتون از ابتدا گفتن این قرآن رو ترجمه نکنید. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون، اما وقتی به زبان عربی هست برای عرب بخوانی، همین صنایعی که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول این که این صنایعی که شما میفرمایید مشاکله و غیره، اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد، حالا به این کاری ندارم. اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون میفرماید که اگه زندان ها پر هستن و بعض آدم ها ناباب هستن و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام هست که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، میخواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، میخواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانند که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را خداوند جهانیان مهربان بخشاینده پادشاه روز رستخیز. بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای ما را به راه راست، که این نصر همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده، و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مغایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مغایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه. ما از کجا بزنیم؟ از 1400-1500 هزار بار عقیده شد عوض کرده، ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم، و مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا یکی خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون 4 شعبه دیگر قریش که طبری میگوید اینا 5 شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن. آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود آرام، دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%، و انتظار ایشان اون بود که
یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این سر 24,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب عالی، و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نظیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر، اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون ولی یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه سازی خدمتتون میخونم اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیارم خیلی عالی، دوست چیز خوب داره، یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو بر پای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. خیلی خوب، اینا چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. میگوید اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی مؤمن بشا نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة و لهم عذاب علی. میگوید که خداوند بر روی قلبهای اینها و گوشهای اینها و چشمهای اینها یک پرده کشیده بود، مهرش هم اونجا زده، و لهم عذاب علی، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمیدونم این چه خداییست که خودش این قشار کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف، و بخواد اینا رو عذاب کنه. خب این قشار نمیداد که اینا مؤمن میشدن، عذابشون هم نمیکرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنن. گناهشان گردن من، یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی ها، یک قضیه علمی به قضیه نگاه کن. داره میگوید اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوشهای اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشمهای اینها رو کور کرد و قلبهای اینها رو سیاه کرد که این و برای اینها عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشی، و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این عرض کنم که بقره که داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینا از هم پول قرض میگرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما رومون نمیشه، نمیتوانیم، چگونه بریم، بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه،
اینه که اشکال داره عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن زاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا في الارض، لا تفسدوا، این مفتی یک برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و دار دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مامور مفسد في الارض، آقا مفسد في الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی می نازن به لفظ، آقا لفظ بذاریم کنار ببینیم معنیش چه هست. و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست، یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارضن، زاله هستن، اینها خدا اینها رو مریض کرده، در قلبشون سیاه کرده، گوش کن ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، جمعی کارم کردم. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدم های دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست. که ذهنیت خدا بایستی با منش شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی؟ به بچه هاش به یک چشم نگاه بکنه. انسان ها ظالم، چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و زاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدن، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها، گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو زال نمیدونستن، هزارها هزار انسان رو اینها کشتن که اینها خارج از دین و زاله هستن و مفسد فی الارض هستن، هنوز مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره. لطفاً دنباله فرمایشاتشون رو مهندس شجره نمیذاره، جلسه تشکیل میده اونجا، حواس امیرم پرت میکنه. چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی، اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح، پیروی کنین نه راه کسانی که به خرافات رفتن، باید به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه، اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هم، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی. خب هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه ادعی غلطه، نباید اون راه بریم، راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفتی که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تمام نمازها خونده بود یادش می اومد که قولو اضافه بکنه، پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی، تو این آیه قول مستتره، ولی که بسم الله جار مجروره. حالا شما بیا عربی خود بخون،
جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه. بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلالین رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودیم؟ میگی سینما. دیگه نمیگی دیروز سینما بودم. اون چی که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه. علاوه بر این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن. و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنید. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خب تم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی، گاهی در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت. بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قل رم از ما نیست. مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا، آورده بود. این از من نبود. خب وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هست این سخنان برای چیست. یه عده خدا کورو کر کرده و درست بشان نیستن و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، ولی عذاب علیم. و طبری اینجا یک عرض کنم نقل کرده است یک حدیثی که میگوید پیغمبر فرمود به من دستور داده شده که گوش برفم نکنن بکشم و شمشیر رو از گردن عرب بر ندارم تا اینکه مقر بشه من که من محمد فرستادم و الله مدینم الله جهان. وقتی قبول کردن شمشیر رو بر میدن. ایراد ما این چیزاست. حالا شما این لفاظی کن. اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست، گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و تاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها، سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. که خب عزیزان و عوضی که به مطلب بپردازه مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ما کریم. مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو. زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن یک زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هاشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت، هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع. اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کنه بگه اینا مرض قلبی دارن، تیر روان هستن، ما اینا رو باید از بین ببریم. لهم عذاب عظیم، عذاب علیم،
عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیزا خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بود ایشون. آخه آخوندها عرض می‌شود که یک صفتی داشتن در قدیم، وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال، می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما. فکر کنم اون هموطن مازندرانی از همون کسانی هستن که مردا بیجو کشتن. در حمام یک مرد بزرگی پیدا شد به نام مرداویج زیاری، این کارها میخواست بکنه، میخواست مملکت رو نجات بده. البته شوخی کردم در باب مهندس شجرم، البته شوخی کردم در باب اینکه جلسه کرده بود و اینها، شوخی ما با ایشون کرد. با سپاس از امیر شورتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما، برنامه رو میبندیم. فراموش نکنید تلفن آقای مهری برای سفارش این کتاب 100 مقاله 310-27-969 فراموش نکنید. کتاب 100 مقاله روز 29 هم در المپیک کلکشن هستیم و بحث شاهنامه داریم روز یک شنبه آخر ماه. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.